سلام رفقا، وقتتون بخیر. انشالله که حالتون خوب خوب باشه، هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین. اوضاع احوال همه چی ردیف باشه. احمد امین هستم، اینجا دنیای مستر پانک. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ این که ببینیم چطوری میتونیم توی کامپیوترمون برای هر فولدر یا فایل یا هر چیزی که داریم آیکونی رو طراحی بکنیم که دقیقا دلخواه خودمونه و چیزی که خودمون میخوایم بذاریمش، یه چیز انحصاری برای خودمون. شاید شما مثل من یه آدم فیلم بازی باشین، دوست دارین مثلا روی کامپیوترتون یه سری سریال و این چیزا نگه دارید. خب الان مثلا اینجا رو ببینید، من یک سری سریال رو ریختم داخل کامپیوترم، داخل یه پوشه یا خود صفحه دسکتاپ هم میتونید نگه دارید. خب به نظر شما این خوشگل تره که میایم سریالامون رو اینجوری با یه چیز خیلی نرمال و ساده نگه میداریم داخل پوشه، یا اینکه بیایم سریالامون رو به این شکل خیلی خوشگل طراحی بکنیم، کاوری که خیلی قشنگ تره، خودمون دوست داریم درستش بکنیم، سلیقه خودمونه، یا حالا عکسیه که خیلی دوستش داریم از اون سریال، یا چیز خیلی قشنگتر و جذابتری بذاریم. شاید اگه مثلا شما یه سریالی مثل این سریال سیمپسون ها روی کامپیوترتون داشته باشه، خب سریال سیمپسون ها 30 فصله، خب 30 فصل یعنی یه برنامه طولانی براش داری دیگه، یعنی میخوای حالا حالا نگرش داری. خب بهتر نیست یه عکس خیلی خوشگلی براش بذاری که وقتی بازش میکنی قشنگ کیف کنی با این عکس ها و این چیزا. یا حتی در مورد بازی ها، شما ببین میتونی بازی ها رو با یه سری عکس های خیلی خوشگل طراحی بکنی، یا اصلا وارد صفحه بازی هات که میشی کیف کنی. ببین اینجا رو میتونی قشنگ عکس هایی که خیلی دوست داری، عکس های خوشگل و ناب و پیدا بکنی، یا چیزی که خود دوست داری رو طراحی بکنی بذاری برای عکسات. اما بعضی وقتا ممکنه که شما مثلا یه بازی خیلی قدیمی مال سالها پیش رو داشته باشی، مثل این بازی Brother in Arms. خب و این بازی اصلا آیکون قشنگی نداری، برای زمان خودش شاید خیلی خوب بوده، ولی الان یه چیز خیلی معمولی و بیکیفیته. خب ما حتی میتونیم بیایم برای این یه آیکون خیلی خوشگل طراحی بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه همچین چیزی، یعنی آیکون بازی من بزنم وارد بازی میشه. یا حتی بعضی وقتا ممکنه مثلا یه بازی مثل این بازی کوانتوم بریک، حتی بازی قدیمی هم نیست، بازی نسبتا جدیدیه، ولی خب عکسش عکس با کیفیتی نیست و میبینید که اصلا در مقایسه با بقیه اصلا به چشم نمیاد. ما میخوایم عکس اینو خیلی قشنگ بیایم عوضش بکنیم، یه عکس خوشگل براش بذاریم و کیفشو ببریم. چیکار میکنیم؟ قبل از هر چیزی میایم وارد اینترنتمون میشیم، میریم توی گوگل سرچ میکنیم اسم اون بازی و اسم اون فیلم و اسم اون سریال و اسم هر فایلی که میخواین آیکونشو عوض بکنید، سرچ میکنید، تهش مینویسید آیکون. اگه بازی به همین شکل میاد آیکونش رو پیدا میکنید، یه چیز خیلی خوشگل ازش پیدا میکنید و دانلود میکنید. اگر هم سریال یا فیلم یا چیزی که میخواین داخل یه پوشه قرارش بدید، میایید اینجا اسم اون سریال فیلم یا هر چیزی که هست رو سرچ میکنید، ادامهش مینویسید آیکون فولدر پی ان جی. خب و یه سری چیز برای شما میاره که حالا از سایت های مختلف دیگه با انتخاب خودتون اون چیزی رو که دوست دارید انتخاب میکنید و دانلودش میکنید، میایید رو صفحه. خیلی خب، من الان اینجا یه دونه عکس از بازی کوانتوم بریک انتخاب کردم و یه دونه عکس فولدر هم برای سریال شیملس دانلود کردم. خب اما اینایی که دانلود کردیم و ما نمیتونیم مستقیم بیایم بذاریمش به عنوان آیکون فولدر اون سریال یا فیلم یا هر چیزی که داریم، یا حتی بیایم مستقیم بذاریمش روی خود اون گیمی که داریم بشه آیکونش، باید اینو با یه نرم افزاری تبدیلش بکنیم به آیکون. خب چیکار میکنیم؟ میایم اینجا از نرم افزار آیکو کانورتر استفاده میکنیم، این نرم افزاری که اینجا میبینید. من لینک این نرم افزار رو براتون توی توضیحات قرار میدم، اگه دوست داشتین ازش استفاده بکنید خیلی راحت بتونید دانلودش بکنید. خب اینجا ما وارد نرم افزار که شدیم، میایم تو قسمت بچ مود و اون عکسی که دانلود کردیم و میاریم اینجا، دو تا عکس رو میاریم اینجا. فقط یه نکته رو باید در نظر داشته باشید که وقتی از این نرم افزار استفاده میکنید، عکسی که میارید واردش میکنید باید حتما مربع باشه، یعنی شاید شما مثلا اینجا بیایید از عکسی استفاده بکنید که این عکس مربع نیست. اینجا رو ببینید زده 1469 در 1600، این عکس مربع نیست. اگر مربع نبود خیلی راحت میایم اینجا ادیت رو میزنیم روی عکسمون و مشاهده میکنید این پایین زده 1469 در 1600. خب ما اینو یه مقداری بالا پایین میکنیمش، از کلی نرم افزار دیگه هم میتونیم برای این کار استفاده بکنیم. خب ما اومدیم سراغ همین پینت که توی همه سیستما هم هست. این وقتی دو تا عدد با هم دیگه یکسان شدن، ما به صورت فایل JPEG یا PNG یا هر فایلی که دقیقاً مربوط به خود یه عکس باشه دیگه، دقیقاً نه اینکه بریم سراغ مثلا چیزایی که مربوط به وب و این چیزا هست، به خودت مثلا JPEG اینو سیوش میکنیم و
بعدش که اون فایلمون دیگه تبدیل به یه فایل مربع شد و کیفیتش هم خیلی خوب بود و فرمتش هم حتما یه فرمت JPEG PNG یا یه چیز مربوط به عکس بود، اون موقع میفرستیمش داخل این نرم افزار تو قسمت بچ مود و کانورت رو میزنیم. کانورت رو که زدیم، این میاد اینا رو تبدیل به آیکون میکنه برای ما. ولی نکته که باید اینجا در نظر داشته باشیم اینه که اگه ما اینها رو بیاریم به عنوان آیکون روی اون گیم مورد نظرمون یا اون فولدر سریال یا هر فیلمی چیزی که میخواییم درست بکنیم بذاریم، خب اگه ما این خود عکسای اصلی رو بعدا از اینجا پاک بکنیم، اون موقع دیگه این عکس هم از روی فولدر یا گیممون پاک میشه. در نتیجه این آیکونایی که درست کردید و حتما ببرید یه جایی و حالا داخل یکی از درایواتون یا یه پوشه‌ای درست بکنید و اونجا نگهداری کنین ازش که پاک نشه. مثلا من خودم یه پوشه درست کردم به اسم آیکون و کلی از این آیکونایی که به مرور درست کردم و داخلش نگهداری میکنم که هیچ وقت این آیکونایی که درست کردم برای بازیام یا برای سریالام یا همه چیزهای مختلفی که دارم اینا پاک نشن و همه بمونن. شما میتونید این کارو بکنید. بعد از اینکه اینو سیو کردین جایی که حالا برای خودتونه و مطمئنید که دیگه جاش امنه، میایین سراغ اون بازیتون. دیگه همه بلدین، میایین روی اون گیمی که میخوایم آیکونشو عوض کنیم یا کلا اون فایلی که میخوایم آیکونشو عوض کنیم، قسمت پروپرتیز، چینج آیکون، بروز و همین پیداش میکنیم که کجاست. الان مثلا برای من روی دسکتاپه، ولی خب شما داخل یه پوشه بریزیدش. و الان ما عکس بازی کوانتوم بریک رو درست کردیم. خیلی راحت میایین میشین اینجا اوکی میزنیم، اپلای میکنیم، کانتینیو و اوکی. میبینید که عکسش چقدر خوشگل شد مثل بقیه بازی ها و خیلی اینجوری بیشتر به چشم میاد. در مورد سریال و فیلم و بقیه فولدر هم همین شکله. الان من داخل این پوشه یه دونه سریال دارم، سریال شیملس، و میخوام اینو میم داخل قسمت پروپرتیسش تو کاستومایز چینج آیکون روزو میزنیم و اون فولدری که براش درست کردیم، اون آیکونی که براش درست کردیم و خیلی راحت انتخاب میکنیم، براش اوکی رو میزنیم، با یه رفرش میاد سر جاش و من خیلی راحت میبرمش بقیه سریالام. و میبینین که الان شیملس اومد اینجا و خیلی خوشگل عین بقیه اینا، خیلی قشنگ و جذاب به چشم میاد و خیلی هم باحال شد. اما یه نکته دیگه، ممکنه که شما بعضی وقتا وقتی میخواید یه آیکونی برای یکی از بازیاتون، یکی از فایلاتون یا حالا یه سریالی فولدر چیزی درست بکنید، اون سریال مثلا اگه میخواید براش یه آیکون درست بکنید، اون سریال اگه تو اینترنت سرچ بکنید براش از این آیکون های آماده وجود نداشته باشه. برای گیم ها کمتر این پیش میاد، چون وقتی سرچ بکنید یه چیزی برات میاره، نهایتش اینه که شما دلت نمیخواد این شکلی باشه و میرید سراغ یه عکس و خب دیگه مربعش میکنید و بهتون گفتم. ولی برای سریال ها و چیزهای دیگه ممکنه که به صورت پوشه پیدا نکنید و عکس خود سریال رو مثلا براتون بیاره. اینجور مواقع من میخوام بهتون یاد بدم که چطوری بیاین خودتون آیکون بسازید. برای این کار که شما میخواید خودتون آیکون بسازید، ما نیاز به این دوتا تمپلیت داریم. اینا دوتا دونه عکسن، فقط عکس یه دونه پوشه است. خیلی ساده، من خودم اینو درستش کردم، خالیش کردم یه پوشه رو و خیلی راحت میتونیم به کمک این دوتا عکس بیایم یه دونه فولدر برای خودمون درست بکنیم. اما چطوری؟ شما باید برای این کار یا بری سراغ فتوشاپ، اگه بلدی با فتوشاپ کار بکنی که خب چقدرم خوب عالی. اگرم بلد نیستین، حال و حوصله‌ش رو ندارین یا این چیزا، میری سراغ گوشی موبایلت با نرم افزار پیکس آرت و یه نرم افزاری که باهاش بتونی عکسو به پی ان جی تبدیل بکنی، که قبلا توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم، اگرم نمیدونی توی این ویدیو بازم میگم. یه سری نرم افزارو مثل نرم افزار پیکس آرت استفاده می‌کنی و به همین شکلی که الان توی ادامه ویدیو می‌بینیم از داخل گوشی موبایل، خودمون میایم آیکون مورد نظر رو برای پوشه مورد نظرمون درست می‌کنیم و می‌سازیم کاملا به سلیقه خودمون. بریم سراغ ادامه ویدیو. ببین اول میایم اسم اون سریال مورد نظرمون رو سرچ میکنیم، عکس دلخواهمون رو که دوست داریم دانلود میکنیم. میتونیم با فونت خودمون اسم سریال رو بنویسیم، ولی میتونیم بیایم لوگو رو هم اینجوری سرچ بکنیم و لوگو پی ان جی بنویسیم و لوگوش رو دانلود بکنیم. اگه پی ان جی نبود، همونطور که قبلا بهتون گفتم، وارد نرم افزار ماجیک ریزر میشیم، توی نرم افزار ماجیک ریزر اون لوگویی که دانلود کردیم ولی پی ان جی نیست رو وارد میکنیم، دور تا دورش رو حذف میکنیم، میشه پی ان جی. به صورت های رزولوشن سیوش میکنیم، بعد وارد نرم افزار پیکس آرت میشیم. توی نرم افزار پیکس آرت اول میریم سراغ اون عکس آماده که من براتون قرار دادم، اونی که داخلش خالی نیست رو میاریم.
بعدش میریم اون عکسی که خودمون انتخاب کردیم از سریال، اون عکس مورد نظرمون رو میاریمش، میتونیم غلظتش رو اینجوری از این قسمت کم و زیاد بکنیم، متوجه بشیم کجای عکس قرار گرفته. اون جایی که دوست داشتیم تنظیم میکنیم و قرارش میدیم، غلظت رو زیاد میکنیم، بعد میریم سراغ اون PNG که خودمون ساختیم از لوگوی فیلم، از اسم فیلم. بازم میگم میتونید خودتون هم از قسمت تکست اینو بنویسین اگه PNG نداره اون سریال. و این هم دوباره قسمت مورد نظرمون، همونجوری که به سلیقه خودمون خوبه اینو قرارش میدیم. بعدش میریم سراغ عکس دومی که من براتون قرار دادم که داخل پوش خالیه، اینو انتخاب میکنیم میاریم اینجا، کامل میاریمش روی صفحه، کامل عکسو که گرفت سیو میکنیم. خب بعد از اینکه سیو کردیم، ببین الان دور عکس سیاهه، ما دوباره میریم تو ماجیک ریزر عکسو انتخاب میکنیم، خیلی ساده دور عکسو پاک میکنیم و سیو روی حالت های رزولوشن به صورت PNG. حالا این عکس ما آماده است، خیلی ساده میتونیم انتقالش بدیم به کامپیوتر، ازش استفاده بکنیم به عنوان آیکون یکی از فولدرامون یا هر چیز دیگه ای. بسیار خب، مشاهده میکنین که چقدر ساده به کمک همین دوتا عکسی که اینجاست و من لینکش رو براتون قرار میدم توی توضیحات، ما اومدیم این عکس رو به صورت یک فولدر طراحی کردیم، بعدش هم چون مربع و با کیفیت و همه اون شرط های لازم رو داره، میایم به کمک همون نرم افزار آیکو کانورتر قسمت بچ مود این عکس رو واردش میکنیم و کانورتش میکنیم و تبدیل شد به یه آیکون. این آیکونی که حالا به دست آوردیم رو هم یه جایی که خیالمون راحت و میدونیم که پاک نمیشه داخل یه پوشه درایو چیزی همونطور که گفتم ذخیرش میکنیم و بعدش میایم سراغ اون سریال مورد نظرمون که حالا عکس مناسبی ازش توی اینترنت نبود و خودمون براش آیکون رو ساختیم، پروپرتیسش رو میزنیم، میریم تو کاستومایز چینج آیکون و مکان اون آیکونی که خودمون براش طراحی کردیم رو وارد میکنیم، اوکی و تمام. میبینیم که یه رفرش بزنیم این آیکون اومده اینجا، میتونیم ببریمش پیش بقیه سریالا و میبینین که خیلی خوشگل ما یه آیکون درست کردیم مثل بقیه اینا. میتونستین از فونت های مختلف هم استفاده کنین، بالاش چیزی بنویسین یا هر جوری که خودتون دوست دارین، به سلیقه خودتون، کاملا به سلیقه خودتون میتونین یه جوری اینو طراحیش بکنین. خیلی خوشگل آیکونی رو که ساختیم که کاملا انحصاری خودمونه، به سلیقه خودمونه، اون چیزی که خودمون دلمون میخواد میتونیم نگاه کنیم و لذت ببریم و کیفش ببریم دیگه. در مورد بازی هم همینطوره، فقط هیچ الزامی نیست که حتما به کمک اینها باشه چون فولدر نیست، فقط عکس و کافی مربع بکنین همونجور که بهتون گفتم و میبینین که میتونیم خیلی راحت چیزای خیلی ساده ای مثل این رو تبدیل بکنیم به یه همچون چیزی و کیفش ببریم و لذت ببریم. خیلی متشکرم ازتون که این ویدیو رو تماشا کردین، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، به دردتون بخوره. اگه دوست داشتید برید آیکون فایلاتون، فولدرهای مختلفتون رو خوشگل به سلیقه خودتون طراحی بکنید، کیفشو ببرید و اینکه نظراتتون رو برای من بنویسید. مثل همیشه ازتون خواهش دارم که لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و امیدوارم که ارزش وقتی که گذاشتید و توی کانال دنیای مستر پانک بودید رو داشته باشه. خیلی متشکرم ازتون، تا ویدئوهای بعدی، فعلا.